به شما از جان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. شما از جانی که همراه با تفسیر خبر در ساعت آینده، به مهمترین موضوعات مربوط به ایران نگاهی خواهید داشت و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران میگذرد. همراه با دو میهمان امشب تفسیر خبر، هر دو در انگلستان بریتانیا، آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و آقای رضا تقی‌زاده کارشناس نفت و امور بین الملل در اسکاتلند. نامه بیش از 100 نماینده کنگره آمریکا به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره حمایت از روند دموکراسی خواهی در ایران و برقراری جمهوری ایرانی در ایران و آنچه که در ترکیه در ارتباط با قتل مسعود مولوی می‌گذرد و این خبر که گفته می‌شود یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مرتبط با این قتل در ترکیه بازداشت شده است و خبرهای دیگر، پیامدهای انقلاب اسلامی، چه دستانی در کار بوده است، واشنگتن چه نقشی داشته است، شرکت‌های نفتی آیا از خمینی حمایت کردند و کشورهای منطقه در سال 57 کجای قضیه بودند. پرسش‌های بسیاری رو در میان خواهیم گذاشت در چارچوب وقت برنامه با دو میهمان امشب تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. درود به شما جناب سالنگی عزیزم و درود به تقی‌زاده، آقای تقی‌زاده عزیز و بینندگان تفسیر خبر در چهار سوی جهان به ویژه خانه پدری. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای تقی‌زاده در آن سوی جزیره. متقابلا درود به شما چالنگی دکتر نوری‌زاده عزیز و سلام به بینندگان برنامه شما. آقای نوری‌زاده، مثل این کرونا خوشبختانه یک مقداری بکشش در انگلستان پایین اومده نیست؟ اینطوره؟ امیدواریم با این نخست وزیری که ما داریم که معلوم نیست چی کار بخواد بکنه. تمام دنیا قسمت اول رو زدن، سه هفته بعدم گفتن بیاین دومی رو بزن. حالا این قسمت اول رو زدن، میگن سه ماه دیگه بیا. بعد سوال من دیروز از نرس میپرسیدم چرا؟ گفت به خاطر اینکه آقای نخست‌وزیر میخواد همه ملت بار اول رو بزنن بعد بار دوم رو شروع. گفت عجب، ایشون مردم دوست شدن. ای کاش از اول هم همینجور بود. بله آقای تقی‌زاده. من کی زدم؟ شما هم کی زدید؟ دکتر نوری‌زاده هم کی زده؟ پس باید بگیم که اونایی که نزدن باید برن حسرت بخورن تا نوبت زدنشون برسه. ولی این حرف درسته. دولت جانسون به دنبال این است که همه بالای 50 ساله ها نخست این رو بزنن بعد برن به سراغ بقیه. ولی همه کارشناسایی که دست در کارن میگن که فاصله 20 روز از واکسن اول واکسن دوم رو بسیار کارآمدتر میکنه و هر چقدر از این فاصله 20 روز بگذریم به نسبت اثر واکسن دوم کمتره. به این علتی که حتی نامه‌ای که می‌نویسن برای کسانی که مثل من و نوری‌زاده در بریتانیا هستیم، می‌نویسن که در فاصله 20 روز به شما نامه می‌نویسیم برای نوبت بعدی. ما همه این کار رو مجانی انجام میدیم. حقی هم نیست که جانسون به گردن مردم داشته باشه. اینجا بیمه اجتماعی ماست که از شاه و گدا همه در مقابلش یکسانه. این نامه رو وقتی که می‌نویسن 20 روز میگن، ولی در توضیحی که اون خانم یا آقای نرس میده میگه آقا شما سه ماه دیگه احتمالاً صداتون میکنه. خب بالاخره جانسون هم مدافع پیدا کرد در انگلستان. آقای نوری‌زاده حدود 5 سال من میشناسم، عجول هست،
سوم اینکه عجول هست، انتظار و اینا مسئله سر عزیز خودمونیم. من مکمیلان از مکمیلان یادم میاد اینجا میام جلو ادوارتیس خانم تاچر تونی بده، بعد یه نخست وزیر با این موها من اصلا نمیتونم به وزیرم ملکه وقتی اینو میبینه چه حالی میشه. به قول خواهرزاده نازنین من، شما شکار به موهاش دارید، برید تو فیسش صورت شما بیدید. حالا شما ببینید دقیقه، گفتن 50 سال به بالا رو اول میزنم و من در حیرتم شما چرا زدید. من باید بیشتر منتظر بودم. بله دیگه اشتباهات اینطوری هم پیش میاد، ولی گفتید آقای طریق‌زاده، ممنون. نمیدونم این اطلاع رو از کجا پیدا کردین، ولی ما هنوز نزدیم و اینجا در نوبت هستیم. ما شما رو زده قبول کردیم. بله برای ممنون از محبتتون، برای شاید سوء تفاهمی پیش اومده. اما آقای نوری‌زاده، در ایران همچنان مشکل هست، مشکلاتی هست، حتی در این ایامی که میشه گفت بسیاری از کشورهای منطقه دارن به مرحله نهایی این واکسیناسیون میرسن. اینو چطور میبینید در یک نگاه کوتاه؟ ما مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم با هم به دفعات و تقریبا شاید ایران فردا از تلویزیون بیده که هر روز به این مسئله از یه زاویه نگاه کرد. خیلی قضیه روشنه. مقام معظم رهبری دو نوبت رو زدن، خودشون آقازاده ها، پدرای عروساشون مثل حداد عادل و آقای لولاچی و الباقی و همینطور دامادا همه زدن، ماشاءالله اخوان برادرزاده همشون زدن، آقای وحید حقانیان هم زدن، خیالشون راحت شد، فایزر هم زدن، دو نوبتشون هم زدن، حالا بلبل زبونی میکنه میاد با افسران میشه. اما ملت مظلوم گرفتار هنوز نشسته که ببینه وعده آقای نمکی درست از آب در میاد، وزیر بهداشت یا معاونش درست میگه یا رئیس مبارزه با کرونا درست میگه، هر کی برای خوش حرفی میزنه. آقای معاون رئیس جمهور میگه که آقا تا یه ما دیگه قشنگ تمام، ما بنز کافی ما در اینجا واکسن داریم. فردا آقای روحانی میاد یه حرف دیگه میزنه، در حال ملتی گرفتار در چنگ رژیمی عاجز، نالایق و دزد و جنایتکار. همه اینا رو هم حساب بکنیم، این 22 بهمن آقای احمدی نژاد اعتراض کرده بود که طرفدارانش می‌خواستن دو حفظ نارمک تظاهرات را بندازن و آقای روحانی جلوشو گرفته و اعتراض کرده بود که بله به کشتار آبان ماه اعتراض کرده بود و خودش یادش رفت سال 88 چه خبر شد، گفت ماشاءالله ماشاءالله یکی از یکی بهتر، یعنی به کارنامه احمدی نژاد نگاه میکنی بعد به کارنامه روحانی که فجیع در این کارنامه است و به ویژه این برخوردش با بیماری کرونا، شرمندگی ابدی برای خودش و اسمش برای همیشه به بار. آقای تقی‌زاده، حکومت فقیه که سالگرد انقلابش رو جشن گرفته بود که امسال دیدیم بسیار سوت و کور بوده، سعی کردن برای با جلوه های تلویزیونی و تصویری نمایش های تلویزیونی بدن، در این وسط حداقل کاری که نمیشه به عنوان حکومت توقعی داشت از این مجموعه که اشاره شد، نوزده اشاره کرد، اما قالیباف فرستادن به مسکو که با دست و پای به اصطلاح آویزان دوباره برگشت. حداقل تلاش های نمیتونست باشه که این در ارتباط با مسکو اقدامی بکنه، واکسنی برای مردم تهیه بکنن؟ به نوعی باید بگردم به این، به دنبال این ضرب المثل کوتاهی که امیدوارم شکل تون نداشته باشه، به آذری میگیم بیلا بیل بیلا چغندر. اگر این حکومت نامزد ریاستش هم بایستی عاقلی مثل قالیباف باشه که نه زبان آدم عادی داره، نه سواد آدم متعارفی داره و نه برخوردش با مسائل برخورد عقلیه و محصول حکومتی است که فقط به خودی ها باور داره و حالا کفگیرش بعد از 42 سال آنچنان به ته دیگ خورده که نامزد گذاشتن برای مشاغلش هم مصداق دلبر جانان من برده دل و جان من شده، یا رئیسی رو بایستی از این پست بذارن به پست دیگری
قالیباف رو از پست دیگری به این پست و این 5-6 نفر باقی مونده رو صحنه گردون تعزیه‌ای بکنن که حالا برای مشتری پیدا کردن و تماشای اون هم جمهوری اسلامی دچار اشکال. این واقعا وضعیتی است که حکومت جمهوری اسلامی 42 سال حکومت خون و فقر و فلاکت رو به مردم ایران تحمیل کرده و حالا در درون با این افلاس روبروست. بله، و اومدن گفتن که واکسن رو ما در صفهای انتخابات خواهیم زد. این قضیه هم که رسیده انتخابات بین بد و بدتر به یه جای دیگه رسیده، بین نمیدونم بد و بدتر و نبدتر و هر چه که هست، یعنی بین قالیباف و رئیسی آقای نوریزاده. این یه سنتی شده بود، چند ماه مونده به انتخابات رفسنجانی به مسکو رفت، فرش قرمز، و بعدش ناطق نوری رفت باز همون استقبال، و بعدن وقتی که انتخاب نشد من خبر دارم که آقای یلچین همه رو جمع کرده بود که همه شما به ما اطلاع داده بودید که این آقا انتخاب میشه، ما اینطور استقبال کردیم. ظاهرا قالیباف هم به همین بر اساس این سنت به مسکو رفت، ولی اون تحلیل گرفته نشد. یه پله عقب‌تر بریم، آقای خمینی جوادی آملی رو فرستاد با اون پیام احمقانش که مدتی اسباب خنده شده بود، حتی آقای گورباچوف و بعد یلسین هم به اون میخندیدن. ولی این به قول شما سنتی شده، یعنی اینا باید برن اعلام سرسپردگی به مسکو بکنن. یه وقت در دوران قاجار رؤسای دولت‌ها دو گونه بودن، یا وابسته به انگلیس یا وابسته به روس. استثناهایی هم البته وجود داشت، مثل مرحوم سپهسالار، مثل امیرکبیر. اینایی که وابسته بودن روزی که به صدارت انتخاب می شدن، مثل آقاخان نوری، مثل عطابک، اینا اول به اون سفیر مربوطه عرض سلام و ادبی و اطاعتی می کردن، مخلصیم و در خدمتیم و همینطور بود. یعنی میزه آقاخان نوری نوکر دربست انگلیس، عطابک چشم به روسا داشت و این آخر یه مقدار خواست این طرف بیاد که کشتنش. و این دقیقا در زمان جمهوری ولایت‌فقیه تکرار میشه. شما اشاره کردید آقای رفسنجانی رفت قرارداد نظامی 5 میلیارد بس برگشت، بعدم روابطش با روسا معتدل چون نگاه به غرب. خب همینطور در زمان آقای خاتمی، باز آقای خاتمی نظر به غرب داشت ولی به خدمت روسا هم رفت. یادمون باشه در اون دوران رفسنجانی و خاتمی هنوز پوتین با این قدرت سوار کار نشده، ولی از زمان احمدی نژاد به بعد مهر نوکری بر پیشونی خورده شد از بالا تا پایین. آقای پوتین اومد ایران، یه قرآن کپی جعلی رو به اسم قرآن اصلی به آقای خامنه‌ای داد و بر سر گذاشتن، و آقای پوتین چه حرمتی برای امام خامنه‌ای قائل شد. بعدم گفتن امام خامنه‌ای در چشم بود پوتین، کلمه که به کار بود نبره، همون نبره عربی رو، اثری از مسیح دیدن، یعنی ذات مسیح رو در این چشم ها متجلی دیدن. مردک کمونیست آدم کش رئیس کی‌جی‌بی شد مسیح، و اینا ورشتن اونجا ثبت و ضبط کردن. حالا اینه که خب معلوم آقای لاوروف رفیق جونجونی آقای ظریف شده، که در این حال با آقای جانکری هم خیلی رفیق، قطع سرون نوش هم رفته. حالا آقای لاوروف هم که بالاخره ارمنی و با آقای ظریف خیلی رابطه نزدیک داره، آقای پوتین هم که ارباب ایناست. روزی هم که نمیخواد نمیپذیرتشون. کسی به اندازه پوتین اینقدر بی‌حرمتی اگر به یه نفر کرده بود برای همیشه میره میمرد. این آقای قالیباف پا میشه میره اونجا، بعدم برمیگرده با پررویی ایروانی و اون چهار تا دستیارش هم دارن توجیه میکنن که نه، آقای قالیباف قصدش این بود پیام امام خامنه‌ای به دست پوتین برسه. رسید، رئیس دوما گفت حتی بازش نکرد. خب مبارک. خب پیام آقای خامنه‌ای رو میشه حتی به سفیر روسیه داد در تهران، و این همه زحمت سفرم ایشون تامین نمیشد. آقای تغییرزاده، این از مسکو که چون نشونهایی میبینیم، در واشنگتن برخلاف انتظار حکومت فقیه میبینیم بالای 100 نماینده دموکرات و جمهوری خواه آمریکا نامه‌ای نوشتن به جو بایدن.
که حمایت کنید از حرکت‌های آزادی خواهانه در ایران، برقراری جمهوری سکولار و بقیه موضوعات. حالا محتوای این نامه، ولی نوشتن این رو شما به جو بایدنی که دخیل بسته بودن جمهوری اسلامی به صندوق‌های انتخاباتی برای بیرون اومدن ایشون چطور تعبیر می‌کنید؟ اولی توضیح بدم آقای چالنگی در مورد مطالبی دکتر نوری‌زاده به درستی گفت و اضافه بکنم که وضعیتی که برای قالیباف در مسکو پیش آمد یک پیچیدگی های کوچکی هم داره و در این پیچیدگی ها شما نارضایتی مسکو از رفتارهای حکومت رو هم میتونید ببینید. شاید به نوعی یه تلنگر کاخ کرملین به رهبران جمهوری اسلامی بود که ارباب شما مطلقاً و به صورت کامل چین نیست، ما هم هستیم. این لب بوده به اصطلاح که خدا دندون رو داده مسیر شما رو با پکن، ما هموار کردیم. این سرسپردگی رو مطلق با اونها نداشته باشید و این نارضایتی رو میشه در حرف پریروز آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم دید که بعد از اعلام این که جمهوری اسلامی حالا یک حرکت تازه در جهت تبدیل گاز اورانیوم به فلز اورانیوم کرده در اصفهان و مشغول برداشتن قدم‌های نهایی ساختن بمب اتمی است، یک بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که تهران بهتر خودداری بکنه. روس‌ها با تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اتمی موافق نیستند، از رفتارهای کنونی جمهوری اسلامی رضایت کامل ندارند و پس فرستادن به نوعی قالیباف با دست خالی به تهران و توهین کردن مستقیم هم به اون هم به علی خامنه‌ای به اضافه اظهار نظر ریابکوف به نظر من نشانه‌های روشن این نارضایتی است. ولی در مورد نامه‌ای که شما اشاره کردید که به درستی شما اسم رو بردید، این یک نامه است، در حالی که پشت این نامه مجاهدین خلق هستند آقای چالنگی، کسانی که رسانه‌های متعارفی رو مثل همین رسانه که من و شما داریم باهاش حرف میزنیم، با مردم ایران داریم صحبت میکنیم، اینها رو دور میزنن یا تا به حال دور زدن و درش ظاهر نمیشن به عنوان نماینده، ولی اخیرا چون دیدن که به حاشیه رونده شدن مشغول زیرآبی رفتنن و به اسمهای مستعار یا شخص مستقل یا بیطرف. به هر حال آقای طرزاده، بحث ما این نیست که مجاهدین این کار کردن یا کسان دیگه، هر سازمانی هر تشکیلاتی. اجازه بفرمایید اگر مجاهدین در برنامه، اجازه بفرمایید آقای طرزاده، به مجاهدین چون نماینده‌ای در برنامه ندارن، بنابراین به خود نامه، به هر حال این نمایندگان رو هر کسی قانع کرده، برخلاف انتظار جمهوری اسلامی است که از آقای بایدن بخوان حمایت بکنه. حالا مجاهد این کاری کرده، هر کسی، سلطنت طلب ها، هر کسی این کاری کرده، عملی که انجام شده رو شما چطور تعبیر اون نشونه چه میدونید پذیرفتن این درخواست؟ در این نامه آقای چالنگی، اگر که حوصله شنیدن حرف من رو دارید، دو نکته است. نه حوصله هست، وقتمون کمه آقای طرزاده و در خود موضوع حوصله وقت با هم یکیه. اگه نمیخواید من توضیحاتمو قطع کنم، دکتر نوری‌زاده ادامه بحث بده. نه مسئله نیست، ببینید یه اصولی داره، یه چارچوبی داره. بحث این که مجاهدین این کار کردن یا نکردن یا سلطنت طلب ها کردن نیست، بحث بر سر اینه. الان 113 نماینده کنگره آمریکا چنین نامه ای نوشتن، نگفتن که ما به درخواست مجاهدین این کار کردیم یا درخواست کسان دیگری. این رو شما بفرمایید که چطور تعبیر میکنید؟ حالا شما به یک من جواب بدید که اولا قانع کردن چجوری میشه، آیا با منطقه یا راه های دیگه هم برای قانع کردن یا سیاست مداره سرکار یا سیاست مداره بازنشسته وجود داره و کسانی که نامهای دیگر رو امضا میکنن آیا بابت قانع شدنشون حسن خدمت روی هم مشاهده میکنن یا فقط منطق اونهاست که اونها رو توجیه میکنه؟ این دو نکته آقای چالنگی. یکی این است که این نامه رو که شما، بازم تکرار میکنم، به درستی ازش یاد میکنید، نامه است، در جاهای دیگه در سایت ها به عنوان قطعنامه فروختن و عنوان اون چیزی که در حتی فاکس نیوز هم در این ارتباط وجود داره قطعنامه است، در حالی که قطعنامه و قانون با قوانین آمریکا دو تعریف مختلف دارن. قانون در یک مجلس پیشنهاد میشه، بی ازش یاد میکنن، مجلس وقتی تصویب شد مجلس دیگه میره و بعد به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد میشه، اگر او امضا کرد میشه قانون، میگن بی.
ولی یکی رزولوشن هست. رزولوشن در یک مجلس مطرح میشه، پیشنهاد یک نماینده میده، بقیه به اون پیشنهاد رأی میدن، حالا 50 تا 100 تا 200 تا، و این پیشنهاد به صورت H resolution یعنی House resolution باقی میمونه، قانون هم نمیشه. این مورد قطعنامه نیست. سایت هایی که از اون به عنوان قطعنامه یاد میکنن، حتی فاکس نیوز، یا سهواً یا عمدن این رو اعتبار کاذب بهش دادن. و در نامه‌ای که شما به درستی باز تکرار میکنم از اون نامه یاد میکنید، همین نمایندگان جاهل 113 نماینده نوشتن که جمهوری دموکراتیک سکولار، آقا به شماها چه مربوطه که مردم ایران بعد از این حکومت میخوان پادشاهی مشروطه داشته باشن یا میخوان جمهوری دموکرات داشته باشن؟ اینجاست پیچیدگی نامه‌ای که حالا بعضی از رسانه‌ها یا چشم بسته یا با آگاهی از اون به عنوان قطعنامه یاد میکنن که مجلس نمایندگان به صورت یک بیانیه یا هر چیز برای آقای جو بایدن فرستاده. اگر توضیحات بیشتری میخواستید با جزئیات وارد محتوای نامه میشه. بله ممنون از شما از توضیحاتی که دادید، ولی پاسخ پرسش من نبود عملا در مجموع، و سوال من این هست آقای نوری زاده، این نامه اهمیتش در چیز، آیا دارای اهمیت هست در شرایطی که حکومت ایران بسیار امید داشت که جو بایدن در اقدامات اولیه به برجام برگرده، تحریم ها رو لغو کنه، به هر حال صدایی از کنگره آمریکا برخواسته به هر دلیلی، تا چه اندازه اهمیت داره یا نداره؟ به اعتقاد من این نام سیاست ریشه‌ای آمریکا رو روشن میکنه. بازم خدمت رو عرض کردم، بایدن که داشت میمد، ظریف و اینا اینقدر خوشحال بودن، فکر کردن الان بایدن روزی که میره تو کاخ سفید یک دسته گل 100 شاخه میخکی برای قبر قاسم سلیمانی میفرست. اما برای که اطمینان بده به اینا، گفت آقا من صهیونیستم و پدر بزرگم بهم گفته میتونی مسیحی باشی، صهیونیستم باشی، درودم به کسایی که قاسم سلیمانی رو کشتن. اینا یه دفعه چرتشون پاره شد. تصور ایناست که حالا دموکرات ها میان، مگه کارتر ما رو به قدرت نرسون، مگر آقای کلینتون با ما لاس نزد، خب اینا هم میان با ما حال میکنن. ولی به نظر من قصه جور دیگریست. اولا ترامپ انقدر در سنکشن ها، در همین مجازات ها جلو رفته که برگشتن از این سنکشن ها خودش زمان میبره، به همین سادگی نیست که فردا بیان رو تصویب کنه. بعد نیروی جمهوری خواه در سنا حالا مساوی هن، ولی هنوز جمهوری خواه دست بالا رو دارن. از طریق سنا هم نمیتونن، کنگره به تنهایی هم نمیتونه این کار رو بکنه. من اعتقاد دارم شاید این نامه چنان در رژیم نگرانی ایجاد کرده که متوسل به روسا شدن، حداقل در مورد برنامه اتمی روسا یاریشون کنن. هنوزم مطمئن نیستم، ولی تنها حدسی که میتونم بزنم نامه سناتورها و نمایندگان برای رژیم نگران کنند، بسیار نگران کننده است، برای اینکه این نشون میده که عمومیتی، یه مجموعه بزرگی اونجا هستن که به هیچ روی علاقمند نیستن که آمریکا همینجوری بیاد به برجام بپیونده دوباره. نه، شرط و شروطی داره که اونا باید رعایت بشه. آقای تقی‌زاده سالگرد انقلاب هست، صحبت واشنگتن شد، صحبت این نامه شد، صحبت آقای کارتر شد، آقای نوری‌زاده اشاره کرد. خیلی‌ها بر این نظر هستن، تا به حال اسناد مدارک بسیاری هم منتشر شده که به هر حال دولت کارتر حمایت کرده دست کم از زمانی از جریان انقلابی علیه نظام پیش از انقلاب. در این زمینه تا چه اندازه چون این حمایتی رو مؤثر میدونید در پیروزی ملای بزرگ شیعه آیت الله خمینی و پیروان و انقلابیون در 57؟ شکی در تاثیر این مداخله نباید آقای چالنگی داشت. درسته که مردم ایران به هر حال به این شورش ها پیوستن، ولی برای پیوستن اگر توجیه میخواستن، آمریکا با پشتیبانی عملی از روح الله خمینی
این امکان روحی رو برای شورش‌ها فراهم کرد که باور به خودشون رو زیادتر بکنه. در نیروهای مسلح این احساس تفکر ناشی از ضعف یا نداشتن پشتیبانی رو تقویت کرد و فرستادن آدمی مثل هایزر برای خونسا کردن مقاومت ارتش یکی از قدم‌های بلندی بود که دولت کارتر برای کنار زدن حکومت سابق ایران بهش مبادرت کرد، اقدامی که حتی در خود آمریکا مخالفت‌هایی رو برانگیخت و بعداً دیدیم با انتقادهای تندی از جانب دولت مردان گذشته آمریکا روبرو شد. کسینجر از نظر تئوریک با این قضیه مخالفت خودش رو ابراز کرد و دور زدن شاه رو یک اقدام تند ناپسند غیر اخلاقی معرفی کرد. آقای ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا که حالا در حیات نیست همچین اقدامی رو صورت داد. دولت مردان کنونی یا گذشته دولت حاکم پادشاه ایران هم این قضیه رو ازش انتقاد کردن، اقدامی که با اطلاع پادشاه ایران نبود، مدتی بعد از آمدنش از اون مطلع شد. و به هر حال دولت کارتر از زمان گوادالوپ به بعد جاده صاف کن انقلاب شد در ایران. اینکه دولت کارتر تأثیر قاطع داشت رو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد. و آقای نوری‌زاده شما از نزدیک در جریان بودید، در جریان انقلاب 57 به عنوان دبیر یکی از دو روزنامه معتبر اون زمان اطلاعات. این حمایت رو آیا میشد تشخیص داد از داخل و تا چه اندازه مؤثر بود آقای نوری‌زاده؟ من یه مقدار جناب چلنگی حرفا مستند بر آنچی بود که از زندیات دکتر بختیار میشیدم که هر قدر بهش فکر میکنم بیشتر بهش علاقه من میشم، بیشتر بهش احترام میکنم. او تشخیص داده بود، او میدونست که یک توطئه بزرگ بین المللی است و این اسلام رو میخوان اینا در منطقه برقرارش کنن. دعواشون با شورویه، دعواشون با چینه و در اینجا ایران داره قربانی میشه. و این دیر به فکر افتادن این که افرادی مثل او دولت رو در دست بگیرنم لطمه بزرگی زد. اما من یه جمله از آقای محسن خاتمی دوستمون شنیدم که بعدن با آقای رضوانی هم چک کردم از سران جنبش چپ اون زمان، که چینی ها جمله بسیار مهمی به اینا گفتن. گفتن آقا جان شاه الان گوشه رینگ افتاده، به جای اینکه ضربه بزنین زیر بازوشو بگیرین بلند کنین امتیاز بگیرید کشورتونو ببرید جلو. این رو از چینی ها ما شنیدیم. روس ها نیز نظر مخالفی تا یک ماه قبل از انقلاب نداشتن. یعنی شما میبینید روس ها با شاه نزدیک بودن، آخرین تماس های شاه با کشور اروپا شرقی بود. اینه که کاملا میرسیم به این نقطه ای که بریتانیای کبیر در درجه اول این دشمنی و نفرت با خاندان پهلوی که از زمان رضا شاه آغاز شد تا محمد رضا شاه ادامه داشت و بعدم ایالات متحده آمریکا، آقای کارتر منافقی که اومد ایران گیلاسش رو بلند کرد به سلامتی اعلیحضرت و جزیره آرامش و ناجوانمردانه چند ماه بعد در گواتلوپ بر طرح ژیسکار و کالاهان سهه گذاشت. من در این حال که همه خودمونو مقصر میدونم، شما را آقای تقی‌زاده بنده خودم، خیلی از ماها مقصریم. اون میلیون هایی که داد زدن تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، تصویر او را از پول در آوردن و تصویر زشت ملای کشمیری رو گذاشتن روش. اونایی که عکس این مرده که دیوانه رو در ماه دیدن، این هیچ وقت از یادم نمیره و همیشه بغض و عقده من تا پایان عمرم هست که چرا ما این فرصت طلایی که بختیار در اختیار ما گذاشت قدرشو ندونست. او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. یعنی واقعا من پیش خودم میگم ملت ما هزار سال به بختیار بده کاره، برای که اون آدم اومد تصویری در برابر ما گذاشت، بهمون گفت دیکتاتوری نعلین 100 برابر بدتر از دیکتاتوری چکمه و ما ترجیح دادیم زیر نعلی. بله، آقای نوری‌زاده، آقای طرح‌زاده، اسامی بسیاری مطرح شد. ولادیمیر پوتین،
جو بایدن، جیمی کارتر، ریگن، محسن خاتمی. و بعد من چون محسن خاتمی اطلاع دارم، دو دوست دارن نوریزاده که دوست مشترکم هستن، هر دو محسن خاتمی. منظور محسن خاتمی مقیم لندن هست، از رهبران کنفدراسیون که اطلاعات بسیاری از فعالیت‌های پشت پرده دارن و هر از چنگایی تا اونجایی که من اطلاع دارم در برنامه‌های نوریزاده شرکت می‌کنن. شاد و تندرست باشن و واکسن زده در لندن. آقای تغییرزاده، اما گفته میشه که سیاست های نفتی شاه به هر حال یکی از عللی بود که آمریکا رو برانگیخت، یا دست کم شرکت های نفتی رو در برابر عظیمترین کارتل نفتی مثل اوپک که شاه محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران رهبری اون رو بر عهده داشت، علاوه بر سهم بزرگ در تأسیس اون. تا چند اندازه این درسته؟ این حرفایی که ما با هم میزنیم آقای چالنگی میتونه مستنداتی در تاریخ ما باشه. این که در مورد کرونا من جنبندی کردم و تصورم این بود که شما هم واکسن زدید، اهمیتش اونقدر نبود که دکتر نوریزاده ما رو در مورد انقلاب 57 هر سه رو در یک خط ببینه و بعد از جانب من و شما هم پوزش خواهی بکنه. من اون چی که در توانم بود به عنوان یک فرد در جهت بازداشتن این انقلاب از رسیدن به نتیجه انجام دادم. اینکه آیا دولت کارتر سیاستاش متأثر از سیاستهای شرکتهای نفتی بود مسئله دیگری است. درسته سیاستهای نفتی دوران پیش از انقلاب ایران شاید همه مساله کشورهای صنعتی غرب رو تأمین نمی کرد. واقعا هر کس دو سال سه سال قبل از انقلاب ایران بریتانیایی یا فرانسوی یا آمریکایی می رفت پای پمپ بنزین و می خواست ماشینش رو بنزین بزنه، نفرینی هم به جون شاه می کرد، چرا که قیمت نفت رو بالا برده بود و او مجبور بود برای یک گالون بنزین در آمریکا سنت بیشتری بده، یا اون کسی که در لندن بود پوند بیشتری بده و یا اون که در فرانسه بود فرانک بیشتری بپردازه. و از این بابت نشریات به اصطلاح با اعتبار اون موقع از ساندی تایمز در بریتانیا تا نیویورک تایمز هم از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به شاه و تبلیغ منفی در مورد او خودداری نمی کردن. خب این اگر اثر میگذاره به سیاست های دولت روز یک مسئله است، ولی دموکرات ها کلن با دوران مشروطه پادشاهی توی ایران سر خوش نداشتن، این سابقه بیش از 60 ساله داره و آقای کارتر هم از این قاعده مستثنا نبود، آقای کندی هم از این قاعده مستثنا نبود. ولی با هر کدوم از اینها شاه یک برخورد سینه به سینه می کرد، شخصیت ملایمی داشت که روی اون رئیس دولت آمریکایی تأثیر می گذاشت، مثل تأثیری که در رؤسای دولت‌های دیگه گذاشته بود. ولی آقای کارتر شخصیت قدرتمند مستقلی نبود، بیشتر تحت تاثیر عوامل دولت خودش بود، مثل سفیری که به تهران فرستاده بود آقای سالیوان یا آقای سایرس فنس وزیر خارجه اون که تاثیر بیشتری از شرکت‌های آمریکایی به سیاست‌گذاری‌های آقای کارتر داشتن و از شخصیت ضعیف او برای مطمئن کردنش برای دور زدن شاه استفاده بردن. بله دولت آمریکا به نظر من جاده صاف کنه پرقدرت پیش از انقلاب بود و انقلاب سوار این سفینه شد که جمهوری اسلامی از دولت دموکرات آمریکا گرفته بود. و نظر شما در همین زمینه‌های نوریزاده به اضافه اینکه کشورهای منطقه در اون زمان گفته میشه برخی از این کشورها همراهی کردن با آقای خمینی دست کم در مراحل از جریان انقلاب؟ بله خصوصا از کنم در رابطه با نفت که خود من نظرم با آقای دکتر تغییرزاده فرق داره، به این معنا که من اوپک آن روز رو میگیرم با اوپک امروز مقایسه میکنم. این در این 42 سال سودی که شرکت های نفتی بردن، یعنی اگر همون روالی که شاه دنبالش بود ادامه پیدا کرده بود، ما در زمان سال 69 یا در سال 1979 یا 657 ما در واقع نزدیک می شدیم به نفت 50 دلار
و احتمال اینکه در پایان سال 80 ما به 100 دلار برسیم خیلی زیاد. البته رسیدیم در این دوران، ولی یه دورای استثنایی و بحرانی بود. یه دورای استثنایی و بحرانی بود. حالا شما فکر کنید اینو در سطح اوپک تامین بدید. عربستان 8 میلیون بشکه نفتی که به روزی 7 دلار و 10 دلار رسید، چه در جیب کشورهای غربی رفت و کمپانی‌های نفتی؟ و اونو بیایم بعد ویرانی جنگ ایران و عراق، دو کشور پیشرو منطقه که چه جور ویران شدن و باز این شرکت‌های نفتی بودن که قراردادهای کلان بستن برای اینکه مرحله بازسازی بشه. اینه که من به هر حال مؤثر میدونم همون مقالاتی که دکتر تقی‌زاده میگه چاپ میکردن، دانشجو بودیم اینجا میخوندیم، یه چیزای عجیب غریب یادم میدید، مثلا خرج جشنهای 2500 ساله، در حالی که اینا جوبیلی دارن، موبیلی دارن، سوبیلی دارن، هر کدومش چند میلیون خرج میشه خدا میدونه، ولی جشنهای 2500. من یادم شهبانو اومد اینجا، مراسمی بود توی آلبرت میوزیم و یک چیز هنر اسلامی بود، بچه های کنفدراسیون هم تظاهرات داشتن و یکی از شعارها و فریاداشون این بود این جشنهای هزینه شکن، این کارها باید متوقف بشه، ایران نابود بشه، پهلوی برای که میان اینجا، در حالی که اونجا عظمت ایران بود و فرهنگش و فرهنگ آمیخته با هم ایران و جامعه کشورهای اسلام. بعد این اتفاقات رو ما شاهد بودیم و اسباب تأسفی که دنیا روزی به این نتیجه شاید رسید که وجود شاه چقدر مؤثر بود که صدام به کویت حمله کرد، بعد اون بساط رو شاهد بودیم، با یک اشاره شاه اینا سر جاشون میشستن. در مورد کشورهای منطقه من زیاد موافق نیستم، به جهت اینکه اینا در آرامش به سر میبردن. زندیات رائد سندش هم داشت نشون میداد، ملک خالد 350 میلیون دلار برای شاه فرستاده بودن که شما در اختیارتون باشه برای مبارزه با این آخوندا، و شاه گفته بودن ما نیاز به پول نداریم، برگردونده بودن. چه میخوام بگم این حالت هم بود، کویت خمینی رو راه نداد و شیخ راشد در دبی دشمن خمینی و دوست شاه بود. اینا رو ما در منطقه می، در مصر مرد بزرگ سادات، در مغرب پادشاهی دوست شاه بود، محمد خامس، محمد پنجم. منظورم اینه که غیر قذافی در جهان عرب شاه با همه کشور عربی، حتی با صدام بهترین رابطه رو داشت، و این صدام بود که به شاه گفت ما میتونیم کلک خمینی رو بکنیم، و باز شاه بود که گفت نه. به هر رو شد آنچه باید میشد. آقای چالنگی عزیز، آقای تقی‌زاده، در این میان اروپایی ها نظر هست که در نشست گوادالوپ از جمله ژسکار دستان پیشنهادی مطرح میکنه یا کسان دیگری، و به هر حال از نظر بسیاری در ایران گوادالوپ یک نقطه عطف است در انقلاب یا پیشرفت انقلاب، همونطور که بعد از ملاقات رمزی کلارک، دادستان اون وقت پیشین آمریکا و هنوزم پیشین آمریکا، ملاقاتش با خمینی در نوفلوشاتو و پیامی که گفته میشه آورد، و بعد از اون هست که از اجرای قانون اساسی خمینی تغییر موضع میده، شاه باید برود. اروپایی ها تا چه اندازه دخیل بودن؟ اطلاعاتی که شما دارید در اونچه که پشت پرده خونده میشه بسیاری از بینندگان میگه. کشورهای اروپایی با آمریکا زمانی که یک دولت دموکرات روی کار هست همسویی بیشتری دارن، و با جمهوری خواها این همسویی کامل دیده نمیشه. شما در دوره آقای اوباما دیدید که چه استقبالی اروپا از برلین تا لندن از او به عمل آوردن. یک دوره استثنایی البته وجود داره با اون دوره آقای ریگانه که با بخشی از نخست وزیری خانم تاچر همزمان میشه و مناسبات بریتانیا با آمریکا به نقطه اوج تازه‌ای میرسه. این قاعده نیست. در ارتباط با ایران هم همزمانی اون با حضور یک دولت دموکرات در آمریکا و پیش از اون دولت کارگری اندکی قبل از انقلاب ایران که البته با دولت خانم تاچر این دولت کارگری جانشین شد، این همسویی دیده می شد.
بنابراین اگر در واشنگتن در کاخ سفید تصمیم بر این گرفته می شد که حکومت شاه دیگه قابل پشتیبانی از نظر اونها نیست، البته این تیتری بود که انتخاب کرده بودن، ولی در واقع نارضایتی از ادامه پادشاهی در ایران با حمایت کشورهای اروپایی روبرو شد و بعضی از رهبران اروپایی من جمله شخصی که شما اسپردید جیسکار دستان حساب شخصی هم در این مورد داشت. مثلا در یک جای پادشاه ایران برای تعطیلات یک هفتگی اسکی رفته بود یا دو هفتگی و آقای جیسکار دستان اون زمان وزیر دارایی بود و وقت ملاقات خواسته بود و این وقت ملاقات رو با اندکی شاید حدود یک ساعت تاخیر به او دادن و از این قضیه ناراضی بود. وقتی رئیس جمهور شد تصمیم مشترک با کشورهای اروپایی رو، تصمیم سیاسی اونها رو با علایق منفی شخصی آمیخته بود و این به نوعی جانبداری از برکناری شاه رو ما در آقای اشمید صدر اعظم آلمان هم همزمان دیدیم و در اتفاق نظری که اینها در گوادالوپ داشتن تقریبا صدای مخالفی شنیده نمی‌شد. چهار کشوری آمریکا و سه کشور بزرگ اروپایی همسو و همزبان بودند، چنان که هنوز هم هستند در مسائل خارجی، اگرچه بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون آمده ولی همچنان در سیاست خارجی به خصوص در ارتباط با ایران تنگاتنگ کنار آلمان و فرانسه ایستاده. آقای نوری‌زاده، به هر حال اسناد مدارک و نشونه های بسیار بیشتری در گذر زمان بیرون خواهد اومد درباره انقلاب اسلامی در ایران، اما وضعیت کنونی رو بهتر از هر کسی مردم در داخل ایران در جریان هستن. چشمنداز آینده رو، آرزوهایی که مطرح میشه، خواستایی که هست بسیار انسانی و منطقی و درست، نسل برآمده از انقلاب، نسلی که شعارهاشو داره میگه ایرانی آباد مرفه در جهت مساله و منافع مردم ایران، یک حکومتی که نمایندگی کنه مردم ایران و منافع ایران رو شعارم داد. چالنگی عزیزم، تا چند اندازه چون این ایرانی رو به سود منطقه شما میدونید، به سود اروپا میدونید؟ چرا باید آمریکا، اروپا و منطقه همراهی کنه با چون این خواستی؟ آیا به سودشون خواهد بود چون این ایرانی؟ دیروز از زندیات دکتر نادرپور یاد میکردی، حالا منم بگم اول دومی رو بگم. یعنی به نظر من شما باید اینجوری قضیه رو نگاه کنید که اگر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه وضع چگونه خواهد شد. یعنی اگر آدم اینو جوابشو بده دیگه کاملا تحصیل حاصله. جمهوری اسلامی بقاش یعنی نابودی، یعنی نابودی منطقه، یعنی مداخلات بیشتر در منطقه، یعنی آدمکشی بیشتر در یمن، یعنی بحران ایجاد کردن در بحرین کوچک، عراق رو به مصیبت کشتن، سوریه، الان سوریه بیزار شده از وجود جمهوری اسلامی. منظورم اینه که شما وقتی به این نگاه میکنی، این چارچوب جلو چشمتون میرین، اون وقت میگید تالیه، این تالیه فاسد نیست. اگر جای این نظام یک نظام سکولار دموکراتیک مردم سالار ایرانی باشه، مطمئناً هم جامعه بین‌المللی هم دول منطقه نفس راحتی میکشن، چون با یه چنین رژیمی میتونن کنار بیان. وقتی عربا با اسرائیل کنار میان، نمیتونن با یه ایران دموکراتیک سکولار آزاد منش کنار بیان. حتما کنار بیان. این همون چیزی آقای نوری‌زاده که قبل از انقلاب عملا در چنین مسیری بود و کنار نیومدن و حتی کمک کردن به براندازیش. مسئله اینه که من نمیدونم حتی خود آقای ترامپ قربیه درسته بس بر سر اینه، در کشورهای منطقه تا نشانهایی هست که مثلا کشوری مانند اسرائیل خوب بهره‌مند شده از ادامه این وضع و حقش هم هست، هوشمندی به خرج داده. بس بر سر اینه که چرا باید حمایت کنن؟ این نگاه شماست، ممکنه نگاه من باشه، ولی چرا اروپایی‌ها فکر کنن یک ایران پیشرفته؟ من عرض کردم ادامه این رژیم چه خواهد بود؟ اینا دوباره بمب اتم سلاح هسته‌ای اینا درست بکنن، یعنی دنیا میشه اسیر و گروگان دست اینا. بعدم اسرائیل بیاد میزنه ایران رو نابود میکنه برای همیشه. برای همین میگم بقای اینا
هم به ضرر مساله ملی ماست، هم به ضرر دنیا. شاید اون روز یه فکر خطایی میکردن، مثل 40 میلیون نه 20 میلیون ایرانی که اون شعارا رو میدادن تو خیابون، ولی همه پشیمون شدن. سه روز بعد از انقلاب عکس جنازه ها که اومد بیرون، غیر از یه دزه های روشنفکر که دست زدن، بقیه ملت شوکه شدن، شوکه شدن. و یه سال بعد روزی که شاه مرد، مردم با چشمان گریان تو خیابونا بودن. منظورم اینه که حالا یه عده‌ام شادی میکردن، نقل پخش میکردن، ولی خیلی محدود بود تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که رهبر من از سفر آمد، گل و سنبول و نسترن آمد. اون دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، این رژیم از همون فردای روی کار آمدنش اعتبارش رو از دست داد. فقط یه عده مذهبی خوشمغز متدین بودن که فکر کردن خمینی واقعا نایب امام زمانه، گفت در اصل شک بود، حالا این نایبش هم شد. خب آقای تقی‌زاده، نظر شما در این باره، یک ایران رو به پیشرفت، یک ایرانی که توضیح داد، آیا واقعا همراه هست در قرن 21؟ تفاوتایی هست همونطور که اشاره شد، در اون زمان شاید اشتباه کرده باشن یا نه همچنان بر همون نظر هستن که ایران عقب مونده، شاید بهتر باشه ایرانی که هست، فقط مهارش باید کرد به مذاکره باشه، باید نشست و مطمئنش کرد کار به کارش نداریم، چه هست؟ این اطمینان منه آقای چالنگی که مردم کشور واقعا میتونن در صورت عقلی عمل کردن تأثیر بگذارن به جریان سیاست‌های خارجی در ارتباط با مسائل داخلی اونها. این مردم افکار عمومی کشور ما پیش از انقلاب این اشتباه رو مرتکب شد و حالا میبینیم توی خیابون جوانها فرزندان اون نسل میان و ابراز انزجار میکنن نسبت به واقعی که در بهمن ماه سال 57 در ایران پیش آمد. این واقعیت. ولی آیا این حکومت قابل حفظ کردن هست یا خیر؟ اگر پرسش شما رو من بتونم در این پاسخ بگنجونم، شاید راهم کوتاه‌تر بشه. این حکومت یک دیکتاتوریه. هیچ کدوم از دیکتاتوری‌ها نتونستن از دام فساد عبور بکنن، فساد سیاسی و بعد فساد مالی و بعد دچار خودشیفتگی بشن و از درون بپاشن. این حکومت فکر میکنه با داشتن آدمهایی که داشت نظیر قاسم سلیمانی واقعا به افکار مردم منطقه آشناست، سیاست منطقه رو میشناسه، میدونه که همه مردم سوریه واقعا چطوری فکر میکنن. نه، این فقط به دوربری های آقای اسد نگاه میکنه، به دوربری های بعضی از حکام در عراق نگاه میکنه و فکر میکنه که مجموعه تفکر مردم عراق هم نظیر تفکر اونهاست. جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ رو مرتکب شده، در مورد برنامه اتمیش به راهی میره که یک قمار خطرناکه و این قمار خطرناک جمهوری اسلامی رو نجات نمیده، در دامی قرار داده که مردم هم در صورت برداشتن قدم نهایی نظیر این حکومت لطمه سنگین میخورن. در مورد پشتیبانی کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی هم دچار این اشتباه هست، با این سوء محاسبه به سمت سوی داره میره که واقعا موجودیت خودش و امنیت ملی مردم ایران رو روی خط قرار داده. این حکومت حتی در صورت عبور از بحران اتمی از راه مذاکره با دولت بایدن ماندگاریش امکان پذیر نیست. سپاس بسیار و امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. حکومت جمهوری اسلامی و کارگزاران و فرستادگان این حکومت در خارج از ایران، چه واشنگتن چه پایتخت‌های مهم اروپا و آسیا، این رو تبلیغ کردن و این حرف رو پیش بردن چنانچه این حکومت سقوط کنه و در داخل ایران هم ایران سوریه خواهد شد. بارها من در اینجا در تفسیر خبر اشاره کردم که اگر سوریه سوریه شد، جدا از نقشی که جمهوری اسلامی در اون داشت،
به خاطر این بود که بشار اسد نرفت. بشار اسد نرفت. در حال حاضر در صورت سقوط چنین حکومتی، آنچه که روشن است، شاید زمانی غیر از این بود، شاید جنگی داخلی، تجزیه ایران یا تلاش برای تجزیه ایران به سود خیلی ها می بود، اما در شرایط کنونی از مدت ها پیش به سود هیچ کس نیست. ایران به خاطر موقعیت خاص و ویژه جغرافیا یا جغرافیای سیاسی خود، هر اتفاقی که در اون بیفته در سطح ملی اثرگذار خواهد بود در سطح منطقه‌ای و بین المللی. همان گونه که سقوط نظام محمد رضا شاه پهلوی، نظام پادشاهی در ایران، آمدن جمهوری اسلامی امواجی رو در منطقه و جهان ایجاد کرد که انقلابیون اسلامی حاکم به عنوان بیداری اسلامی از اون نام میبرند. ثمرات این بیداری تروریسم، انفجارها و کشتارهای بسیار بوده و نیز جنگ 8 ساله و بیهوده ایران و عراق. محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، سخنی گفت با هر انتقادی که به اون زمان میشه داشت نداره، که سقوط این نظام، نظام پادشاهی، باعث خواهد شد که منطقه روی آرامش نبینه. سخنی برخواسته از واقع بینی و اشراف به روند اوضاع در منطقه بود، نه پیشگویی بر اساس آزمایش بخت. ایران چنین هست. ایران حساسیتی داره، گفتم، به خاطر جغرافیای سیاسی که هست. بنابراین چنین سخن و چنین درکی در میون کشورهای منطقه، در میون کشورهای بزرگ، پایتختهای بزرگ قطعا دریافت شده، رسیدن یا دست کم در حال رسیدن هستند. ثمرات این دگرگونی با هر دست و پنجه‌ای که در کار بود، از دولت وقت واشنگتن تا دولت‌های اروپایی و احتمالاً برخی از کشورهای منطقه، شرکت‌های نفتی، هدفی که داشتند تغییر حکومت نظام ایران بود. تصور اینکه پیامدهای این چنین داشته باشه غیر ممکن بود. این تجربه است برای جهان و دست یافتن به این تجربه برای جهان، برای ملت ایران بسیار گران تمام شد. بیش از 42 سال رنج و مصیبت، اما با چشم‌اندازی روشن و همراهی گام به گام جهان با مردم ایران. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما. به اتفاق امین سپنتا، تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه و همه همکارانم در استودیو مرکزی ایران، فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کو زاگرس، تفتان، بینالو، درفک، کوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.